چند روز پیش ولی نصر، کارشناس معروف مسائل ایران در واشنگتن، با چاپ مقاله در روزنامه نیویورک تایمز به دولت اوباما نصیحت کرده که برای آرام کردن اوضاع در سوریه بایستی با جمهوری اسلامی تعامل بکنه، یا به زبان ساده تر دل رژیم ایران رو به دست بیاره. نصر در این مقاله میگه که حتی اگر بشار اسد سقوط هم بکنه، نارامی در سوریه ادامه خواهد یافت. با توجه به نفوذ رژیم ایران در این کشور، باید منافع جمهوری اسلامی در نظر گرفت و بدین ترتیب همکاریش رو برای آرام کردن اوضاع سوریه جلب کرد. طبیعه که این مقاله خیلی مورد پسند روزنامه‌های وابسته به حکومت ایران قرار گرفته. مثلا روزنامه کیهان که او رو بازگو کننده نظرات خامنه‌ای معرفی می‌کنند، ترجمه مقاله نصر رو چاپ کرده. اما این اولین بار نیست که نصر خواهان دوستی و همکاری آمریکا با رژیم ایران شده. در واقع این حرف همیشگی ولی نصر بوده. البته کارشناسانی مثل ایشون که این گونه حرفا رو میزنن در واشنگتن همیشه بودن، اما از اونجایی که ولی نصر جایگاه و موقعیت بسیار مهمی در واشنگتن داره، من خیلی کوتاه ایشون رو معرفی میکنم تا هموطنان با این نوع طرز فکر و با ولی نصر آشنا بشن و به این سوالم پاسخ بدیم که چرا عده‌ای در واشنگتن با حرارت از دوستی با رژیم ایران دفاع میکنن. نصر رئیس بخش مطالعات بین‌المللی دانشگاه معروف جان هاپکینز در واشنگتنه که یک موقعیت بسیار ویژه و با اهمیته. ایشون در آغاز ریاست جمهوری اوباما مدتی هم در وزارت خارجه مشاور ارشد در امور افغانستان و پاکستان بود. همین جایگاه ویژه باعث شد که سازمان لابی پایا در واشنگتن که میگه برای ارتقای جایگاه ایرانیان در آمریکا فعالیت میکنه، در یک برنامه عمومی از ولی نصر به عنوان یک ایرانی بسیار موفق تجلیل کرد. A senior advisor for the State Department, a senior advisor for Barack Obama. He has been quoted by Senator John Kerry on the floor of the Senate. He has Hillary Clinton on speed dial. Shall we bring him out? The man's got clout. Let's bring him out. Dr. Vali Nasr. خب از نظر برخی از هموطنان، همین که یک ایرانی مقام و شغل خوبی داشته باشه باعث افتخارشون میشه. حالا این فرد در اون جایگاه چی میگه و به چه کسی خدمت میکنه گویا مهم نیست. حالا به مقاله نصر برگردیم که در اون به اوباما گفته که برای آرام کردن اوضاع سوریه باید با جمهوری اسلامی تعامل بکنه. من آرشیو مقالات ولی نصر رو نگاه کردم، دیدم که ایشون قبلا با آمریکا میگفت که برای آرام کردن افغانستان باید با جمهوری اسلامی دوست شد. بعد هم به دولت آمریکا میگفت که برای آرام کردن عراق باید با ملاهای ایران کنار اومد و دلشون رو به دست آورد. از همه جالبتر اینه که به آمریکا نصیحت میکرد که برای مقابله با نفوذ روسیه در آسیای مرکزی باید با جمهوری اسلامی دوست شد. به نظر میرسه که حرف اصلی ولی نصر دوستی با آخونداست. عراق و سوریه و افغانستان و روسیه بهانه است. به قول شاعر، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. به هموطنانی که به اینترنت دسترسی دارن و به ویژه اونهایی که به زبان انگلیسی آشنایی دارن پیشنهاد میکنم که مقالات ولی نصر رو مطالعه کنن. نکته اصلی در اکثر اونها همینه که باید به طرف دوستی با آخوندها رفت. برای خود من همیشه این سوال مطرح بوده که چرا عده‌ای در آمریکا اینطور مصرانه خواهان دوستی با رژیم ایران هستند؟ علتش چیه؟ دنبال چی هستند؟ شاید با پاسخ به این سوال رو خود ولی نصر داده باشه. ایشون در یک جلسه‌ای که در کنار استفن هینز رئیس بنیاد راک برادران راکفلر داشت و در مورد مذاکرات پنهان بین جمهوری اسلامی و آمریکا صحبت می‌کردن، در یک بخش در مورد وضعیت نفت در منطقه خاورمیانه و اینکه دوستی و تعامل با رژیم ایران چقدر برای تجارت نفت اهمیت داره گفت. Oil is very important, but I'm not convinced that the current state of conflict in the region actually benefits the oil companies or oil interests. First of all,
Securing Iraq's oil would require stability there, which would require Iranian cooperation. Iran itself can be a major source of oil and natural gas, and therefore relations with Iran would help, and also relations between Iran and the United States would allow for much cheaper and more direct access to Central Asian oil and gas, which would relieve the reliance on Russia. So in some ways, the oil and gas argument should actually be an argument for trying to reduce conflict. اجازه بدید یک بار دیگه این گفته کوتاه ولی نصر رو بشنویم، چون فکر میکنم پاسخ به این سواله که چرا عده‌ای اینقدر خواهان دوستی با آخوندها هستند. Oil is very important, but I'm not convinced that the current state of conflict in the region actually benefits the oil companies or oil interests. First of all, securing Iraq's oil would require stability there, which would require Iranian cooperation. Iran itself can be a major source of oil and natural gas, and therefore relations with Iran would help, and also relations between Iran and the United States would allow for much cheaper and more direct access to Central Asian oil and gas, which would relieve the reliance on Russia. So in some ways, the oil and gas argument should actually be an argument for trying to reduce conflict.